بنا به نظر سنجی یک سازمان دولتی میزان تماشاگران مناظره دوم نسبت به مناظره اول حدود 7 درصد افزایش داشته است در حالی که مناظره دوم خسته کننده تر و کسالت آورتر از مناظره اول بود و مناظره اول معمولا مخاطب بیشتری دارد چون افراد میخواهند با چهره ها و نحوه برخورد آنها آشنا شوند مؤسسات دولتی معمولا این ارقام را تا روز رأیگیری افزایش میدهند تا بلکه آرزوهای نظام برای مشارکت 60 درصدی تحقق یابد در عین آنکه میدانند مثل دانشگاه مریلند نمیتوانند دروغهای بزرگی چون 78 درصد رضایت مردم ایران از مدیریت کرونا در اوج مرگ و ناشی از آن بگویند مناظره سوم از حیث کسالت آوری با مناظره دوم رقابت می کرد. چون نامزدها به تکرار مواضع خود در دو مناظره قبلی رو کرده بودند مناظره سوم هم در دقیقه دوازده شروع شد بالاخره تلویزیون حکومتی بعد از صدها انتقاد ثبت شده به پرسش یک سوال از همه نامزدها تندر داد اما مثل همیشه آن را به بدترین وجه مطرح کرد و به انجام رساند یک سوال کلی از نامزدها پرسیده شد در باب دقدقه های نامزدها و به نامزدها نیز هفت دقیقه فرصت داده میشد تا مخاطب را بیشتر خسته کند در مناظره های سیاسی با حضور چندین نفر معمولا بیش از دو دقیقه در هر نوبت وقت داده نمی شود. اما مسئولان تلویزیون دولتی آنتن مجانی در اختیار دارند و دست و دلبازند بازند. هفت دقیقه تریبون به نامزد داده می تا آشفته و به هم ریخته هر چه میخواهد بگوید قرار این بود که دقدقه های مردم بیان شود اما در اصر ارتباطات حتی یک فایل صوتی و تصویری و یک پیام از شهروندان در برنامه پخش نشد همه دقدقه های مردم از چشم نظام و بوغ تبلیغاتی آن مطرح شدند گرانی و تورم، عدالت و شکاف اقتصادی، رکود اقتصادی، شفافیت و مقابله با فساد، یارانه، اشتغال و تامین مسکن. البته همه از چشم نظام، اما آزادی های اجتماعی و سیاسی، برنامه های موشکی و هستهی، مداخلات خارجی، خیشاوند سالاری، فرار مقص ها، قرار گرفتن تحت قیمومیت چین و روسیه، تمرکز قدرت در یک رهبر مادام العمر، نظارت ناپذیر و ناپاسخگو و دخالت نظامیان در همه امور دغدغه مردم نبود. در این مناظره نیز مثل دو مناظره قبلی حاج قاسم و رهبر انقلاب اسم رمزهای پاچخاری نامزدها بودند. محسن رضایی و عبدالناصر همتی و زاکانی و قاضیزاده هاشمی بیش از بقیه این اسم رمزها را مطرح می کردند. در دو دهه اول جمهوری اسلامی ایران گفتمان اسلامی سازی بر حکومت حاکم بود و مقامات با سوار شدن بر باورهای مذهبی مفاهیم و احکام اسلامی را در حوزه عمومی بیمعنا و حتی انزجاراور کردند. اسلام در آن دوره راه حل همه مشکلات بود در دو دهه اخیر مقامات به مفاهیم عرفی و بابروز در دنیا رو کردند و مشغول بیمعناسازی و مبتزلسازی آنها هستند. وعده های تمرکز زدائی، فرصت های برابر، رفع تضاد منافع، انحصار زدائی، قانون مداری، جهش تولید، شفافیت، شایست سالاری، تغییر ساختارهای دولتی، ثبات اقتصادی، بازگشت اعتماد اجتماعی و سیاسی، و فرصت برابر دکورهای معمول این گونه مناظره ها هستند بدون آنکه فهم درستی از آنها یا تجربه دیگر کشورها در این موارد ارائه بشود در شرایطی که درآمدهای نفتی کشور به قول همتی سالی 5 میلیارد دلار بوده است مسابقه تحویل مسکن و پول نقد به مردم در مناظره سوم هم ادامه یافت محسن رضایی بیش از همه وعده میداد دادن حقوق به فارغ و تحصیلان تحصیلات عالی دانشگاهی و زنان خاندار و دادن یارانه ده برابری به نیمی از جمعیت کشور. علت آن همین است که او از بقیه مستاصل تر است و می داند که حتما رأی نمی آورد. بقیه وعده ریشکن کردن فساد یا شفافیت یا تورم یک رقمی می دادند که در این شرایط خواب و خیال یا دروغ است. زاکانی که متولد 1344 است در مناظره ادعا کرد که 42 سال است با فساد مبارزه کرده است یعنی از سن 14 سالگی به رغم آنکه در هیچ یک از پرسش های سه مناظره موضوع برجام مذاکرات خارجی برنامه های موشکی و هسته‌ای و گسترش طلبی جمهوری اسلامی ایران مطرح نشده بود این موضوعات که امروز در مذاکرات برجام تعیین یافته است خودشان را نشان دادند همتی و مهرعلیزاده مدام به تعامل با دنیا به عنوان راه حل دقدقه های نظام اشاره می کردن. اما خط قرمزهای نظام نمیگذاشت به نقش رهبر و سپاه و نهادهای تحت نظر آنها در ایجاد اخلال اشاره کنند سیاست های کلان را نه دولت تعیین می کند و نه تواند اجرای آنها را تضمین کند. چون دولت کارگزار مباشران بیت و سپاه است. نقش همه نهادهای دولتی در بحران ها و مشکلات ذکر می شود. جز نهادهای تحت نظر رهبری و سپاه که بیش از 60 درصد گردش مالی و بنگاه ها و شرکت های بزرگ کشور را در اختیار دارند. در مناظری سوم نامزدها تهاجمی تر به میدان آمدند. مهرعلیزاده و همتی لبه حمله را متوجه رئیسی کردند چون به درستی او را سرتیم سنامزد دیگر میدانستند تبدیل 28 خرداد به 28 مرداد از زبان همتی رئیسی را در مقام رهبر کودتا علیه اصلاح طلبان و مقامات دولت ها از هاشمی و خاتمی تا احمدی نژاد و روحانی قرار می دهد. به همین دلیل در این دوره سه رئیس دولت سابق یعنی خاتمی، احمدی نژاد و موسوی عملا شرکت در رأی دادن را تحریم کردند. نوع سخنان مهرعلیزاده و همتی در انتقاد از تلویزیون دولتی تحمیل سبک زندگی حاکمان مداخله در آپاشی جوانان لغو کنسرت ها، گشت ارشاد، هجاب اجباری، پاس دادن فهرست وامگیران عمده به رئیسی و ذکر نقض پروتکل ها از سوی کارزار رئیسی نشان می دهد که مجموعه اصلاح طلبان با طیف های موجود از استمرار حضور در قوه مجریه نامید شدند. ذکر کشته شده های آبان 98 در تلویزیون دولتی برای هر نامزد ریاست جمهوری خودکشی سیاسی است مگر آنکه نامزد مربوطه شانسی برای خود نبیند نامزدهایی که همه چهار دهه در خدمت ولایت فقیه بودند و قدرت آنها چهار دهه تضمین شده بوده است و فقط جابجا میشدند در برابر مردم شهادت دادند که برای قدرت نیامدند آنها که همه ثروت کشور را در اختیار دارند شهادت دادند که برای کسب ثروت نیامدند. همتی در سخنان پایانی خود به درستی به تحول سیاسی جامعه ایران و نگرش به رعی ها از 1388 تا 1400 در دو شعار کلیدی این دو دوره به کوتاهی اشاره کرد. شعار رأی منکو در سال 1388 که نشان دهنده شهروند مایل به رأی دادن و دفاع از رأی خود با امید به اصلاح امور بود و شعار رأی بی رأی خانواده های کشته شدگان که خواستار تحریم هستند و نشان دهنده یأس به تغییر در چهارچوب نظام است در طول سه مناظره نامزدهای جناح اقتدارگرا اصولا به علل کاهش مشارکت در این دوره اشاره‌ای نکردند چون این وضعیت برای آنها اهمیتی ندارد آنها در زیل ولی فقیه که مرکز قدرت است نشستند و رأی دادن را امری تجملی و سوری برای نمایش دموکراسی به مردم و جامعه بین المللی می‌دانند مناظره های سیاسی برای تشویق به مشارکت، طرح کارنامه و برنامه های نامزدها دادن امکان مقایسه به مخاطبان، به گومگوی نامزدها و جذابیت بخشیدن به برنامه و افزایش میزان مخاطبان شبکه های رادیویی و تلویزیونی برگزار می شوند. بر این مبنا پنج پرسش در مورد سه مناظره نامزدهای نظام در بیعت 1400 می توان مطرح کرد. این پرسش ها را پاسخ می دهم. یک. آیا مناظره ها به افزایش مشارکت در رایگیری کمک می کند؟ خیر چون در این دوره بیش از 70 درصد مردم از قبل تصمیم خود را گرفتند و حتی مناظره ها را نادیده گرفتند. مناظره ها نیز چیزی برای تغییر نظر افراد ارائه نکردند. مناظره ها به خوبی نشان داد که در جمهوری اسلامی ایران شعن شهروندان ایرانی اشکنه و لنگ است و شعن قشر حاکم چپاول همه منابع کشور. پرسش دوم این است آیا نامزدها کارنامه و برنامه های خود را مطرح کردند؟ خیر چون کارنامه آنها جز جنایت و فساد و اطلاف نبود مثل رضایی که کارنامه جز به کشته دادن ده ها هزار نفر در جنگ و رئیسی که کارنامه جز صدور حکم اعدام و بستن روزنامه و بازداشت فعالان سیاسی و روزنامه نگاران و زاکانی که کارنامه جز کتک زدن به دانشجویان ندارند آنها برنامه هم برای اجرای وعده ها نداشتند تا ارائه دهند اصولا بخش قابل توجه وعده های آنها قابل اجرا نیست. سه. آیا امکان مقایسه به مردم داده می شود؟ قطعا خیر چون پرسش واحد و روشن با وقت کم برای پاسخگویی به کوتاهی به آنها عرضه نشد چهار آیا نامزدها توانستند بگو مگو کنند؟ به شکلی بسیار محدود جلیلی و زاکانی و محسن رضایی و قاضی زاده از سوی دیگر نامزدها نادیده گرفته می شدند و مجادله ها عمدتا میان رئیسی از یک سو و همتی و مهرلی زاده بود رئیسی بیشتر با روحانی مناظره می کرد تا با همتی و مهرعلیزاده آیا مناظره ها به افزایش مخاطبان تلویزیون دولتی منجر شد؟ حتما خیر. چون کسانی که مشی امنیتی و تحقیرآمیز تلویزیون دولتی را نمیپسندند و میخواستند مناظره ها را ببینند می آنها را در شبکه های بی بی سی فارسی و ایران اینترنشنال هم مشاهده کنند. سپاس از اینکه کانال زندگی ایدئال رو انتخاب کردید. فراموش نکنید که کانال رو سابسکرایب کنید و با لایک و اشتراک ویدیوها از ما حمایت کنید. پیروز باشید و تندرست.